پروژه توافسازی در اعدامهای دهه 60، زندانیانی که به سوی همبندانشان شلیک می‌کردند. نگاهی به موشک‌های ماهواره بر و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما. آیا برنامه ماهواره‌ای ایران پوششی برای توسعه برنامه موشکی است؟ و افشای کودتای اطلاعاتی بعد از چند دهه، ایران و 120 کشور از شرکتی متعلق به سیا تجهیزات رمزگذاری خریدند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. در جریان انقلاب سال 57 علیه محمد رضا شاه، طیف وسیعی از احزاب و گروه‌های سیاسی در کنار هم قرار گرفتند، از ملی‌گرایان گرفته تا چپ‌ها و اسلام‌گرایان. در نهایت هم این اسلام‌گرایان به رهبری آیت الله خمینی بودند که قدرت را قبضه کردند. در شور و شوق و آزادی سیاسی ایجاد شده در یکی دو سال اول انقلاب، جوانان زیادی به گروه‌های سیاسی و احزاب مخالف پیوستند، اما طولی نکشید که به دستور آقای خمینی فعالیت بسیاری از این احزاب ممنوع شد و هزاران دگراندیش بازداشت و اعدام شدند. دهه 60 خونبارترین دهه تاریخ جمهوری اسلامی شد و پروژه توافسازی کلید خورد. زندانیان تحت شدیدترین شکنجه ها مجبور به توبه شدند و تن به کارهایی دادند که میگویند آسیب‌های روانیش بعد از 4 دهه هنوز هم با آنهاست. ژیار گل به استکهلم سوئد رفته و با بعضی از زندانیان سیاسی دهه 60 گفتگو کرده. دهه 60 یکی از خونبارترین دهه های تاریخ معاصر ایران، دهه توافسازی و اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی. هزاران زندانی سیاسی سابق ایرانی در کشور سوئد زندگی می کنند. اکثر اونها کسایی بودند که در دهه 60 در زندان بودند و به این کشور پناهنده شدند. یکی از آن زندانیان مهدی معمارپوری بود. او روزهای سخت زندان را به خوبی بیاد دارد. گفتن که توبه کردی؟ آماره. گفتن که یه نفر که دادگاه به حکم اعدام داده تو اعدامش میکنی؟ من گفتم بله. آره، یه سری عکسای در واقع اون سالهای منه. این مثلا زمانی که سربازی بودم. مهدی معمارپوری هنگام انقلاب 57 جوانی 21 ساله بود، تازه از خدمت سربازی بازگشته بود. سازمان‌ها و گروه‌های مختلف از چپ تا اسلامی در پیروزی انقلاب ایران نقش داشتند. بسیاری از جوانان به گروه‌های مختلف پیوستند. پاسدار، مجاهد، چریک و پیشمرگ شدند. روزهای اول انقلاب اصلا یه حس دیگه ای داد بهمون. یه دفعه دیدیم واو، آدم میتونه یه جور دیگه باشه. برای من بازرگان اینا آدمای جالبی بودن که به حرفشون توجه میکردم. خب همه چی رو دنبال میکردم و بین اونا باورم این بود که سازمان مجاهدین و سازمان چریکای فدایی این دوتا سازمانه ای هن که حق دارم میگن، کلی زحمت کشتن در طی سالها برای اینکه به این نقطه برسیم و حالا به این نقطه رسیم که آزادی به دست آوردیم. اما آزادی پس از انقلاب عمری کوتاه داشت. آزادی در حدودی که اسلام به ما اجازه میده، شاید امروز یا فردا بسیاری از این احزاب را ممنوع اعلام کنم و نگذاریم هیچ نوشته ای از اینها تمام نوشته هاشون را از بین ببرد. به فرمان آیت الله خمینی بسیاری از احزاب غیر قانونی شدند. به تفاضل آنها حمله شد و اعضای آنها دستگیر شدند. سال 60 تو یه اتاق 5 در 7 100 نفر تا 120 نفر هستش. از 62 به بعد. حمید اشتری از زندانیان سیاسی دهه 60 بود که 8 سال از عمرش را در زندان‌های مختلف ایران سپری کرد.
60 61 62 که دادن میگرفتن قلقم میکردن گروه ها رو، جوخه اعدام بود. این یه مقطع بود، ولی فشارهای داخل زندان برای بریدن بوده. بیشترین آمار از سازمان منافقین و بعدم مارکسیست هایی که با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه میکنن. ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی دارن. خانی خود چند سالت بود اونجا؟ مهدی معمارپوری در سال 1360 در تهران بازداشت شد. چیزی که برام عنوان کردن خب برام مجاهدین بود. ما اصلا کسی نبودیم، فقط یه اعلامیه داشتیم به همدیگه دادیم. خیلی اعدام شدن به خاطر همون اعلامیه. دقیقا من اتفاقی او تنها 6 ماه در زندان اوین بود، اما پس از 38 سال خاطرات تلخ آن روزها هنوز او را رها نکردند. این تصاویر زندانیان سیاسی دهه 60 در زندان اوین است. در آن دوران هزاران زندانی سیاسی زیر شکنجه یا برای نجات از اعدام از احزاب خود برائت کردند. مسئولان زندان آنان را تواب می‌خواندند و مدعی بودند که آنها توبه کردند. ما یه هفته توی کمیته بودیم، بعد از یه هفته ما رو بردن اوین. در طی مدتی که اونجا بودیم خب میومدن پاسدارا، چون پرسیدم مثلا توبه کردی؟ معمولا هم میگفتن بله. بعد میگفتن مثلا مسابقه تلویزیونی میکنی؟ یه سری میگفتن بله، یه سری میگفتن نه. اونایی که میگفتن نه مثلا خورده مردن، پس من توبه نکردی، مثلا یه خورده کتک میزدن، یه خورده اذیت میکردن جوره مختلف. برای اثبات توبه مسئولان زندان اوین از مهدی 23 ساله میخواهند که در اعدام همبندیای خود شرکت کند. یه مینیبوس اومد و ما سوار شدیم، خیلی هم بودش. من در تمام مدت توی تمام این مسیر همش میگم خب مگه میشه اینا اسلحه دست من بدن که من نمیام که مثلا کسانی که چیزام هستن مثلا برمیگردم اینا رو میزنم اگرم بخوام. آن روز مهدی و چندین زندانی دیگر را به محل اعدام زندانیان سیاسی میبرند. یکی دوتا میلی بخص اومد، یعنی به فاصله های میسدن و یه سری پیاده شدن. اینا کسایی بودن که قرار اعدام بشن. یک صف طولانی، خیلی طولانی. اون طرفش یه دختر بود با خیلی جثه کوچیک. اینا تو صف اعدام بودن؟ تو صف اعدام بودن. همینجوری بودش، یعنی میدیدی بازم میدید اونجا هم یه بچه هست اونجا. او ابتدا فکر میکند زندانبانان جدی نیستند و تنها او را امتحان میکنند، اما او در اشتباه بود. به ما گفتن که دستمون رو، یه پاسداری که اونجا وایساده بود، دستمون رو بذاریم رو دستش، انگشتمون رو بذاریم روی انگشتمون که روی ماشه بود، که من هم این کار کردم. و بعدش قرآن خوندن، یه تیکه خوندن و شلیک شد. معلوم بود که تجربه شو دارن، یعنی دفعه اول نبود که همچین اتفاقی میافتاد که مثلا یه کسایی مثل ما رو برده بودن. زندانی ها رو می بردن برای اینکه توی این حرکت شرکت کنن. ولی جاله اونجا بود، همجوری هفت میزد و صداش قشنگ می شدیم ما. بسم الله قاسم الجبارین یا ایها النبی. اسدالله لاجوردی دادستان وقت تهران بود. در میان مخالفان او به شکنجهگر و قصاب اوین شهرت داشت. خدایا اگه قیامت نباشه اینا با یه دفعه مردن کجا جواب این همه جنایت رو میدن؟ فقط قیامته که انتقام انشاءالله گرفته خواهد شد. حاکم اصلی اون قتلا و کشتارها، چه از نظر بازجویی، چه از نظر محاکمه، چه از نظر اعدام، همه چیز روی نظر لاجوردی بود. لقب رسمیش دادستان انقلاب تهران بود، ولی در واقع این بود که باید بازجوها زیر نظر این باشن، تو همه چیز دخالت میکرد. هزاران فعال سیاسی در دهه 60 دستگیر شدند، بدون وکیل، محاکمه و بسیاری از آنها دست جمعی اعدام.
داستان تواب و تواب سازی در واقع با جمهوری اسلامی اومد. ما اگه بخوایم در نظر بگیریم همه جای زندان هست وقتی شما رو دستگیر میکنن، خب یکی کم میاره تو سلول انفرادی، بالاخره زیر شکنجه، زیر بازجویی، زیر کاب، گوشت و پوست و استخون و شلاق دیگه چیزی نیستش. خاطره تلخ آن روزهای زندان اوین هنوز بر روح و جان مهدی معمارپوری سنگینی میکند. که من اینو تجربه خودم داشته باشم. توی همه زندگی تصورش، من یه دیواری دورم کشیدم از همون زمان. جولیون هیوز یکی از مشاوران مرکز خیریه رهایی از شکنجه است. او با داستان زندانیان سیاسی ایرانی آشناست. خیلی ها که شکنجه شدن تجربیاتشون رو برای سالها با خودشون حمل میکنن. شبا کابوس میبینن. ممکنه شکنجه 30-40 سال پیش بوده باشه، اما حس میکنن که همین دیروز بوده. مهدی از دیواری بین خودش و دیگران حرف میزنه. این در بسیاری از زندانیان سیاسی دیده میشه، چون شکنجه آدم رو از دیگران جدا میکنه. کسانی که این تجربیات تلخ رو داشتن نمیتونن به کسی اعتماد کنن و یا اینکه رابطه ای داشته باشن. همه اینا جزء شکنجه بود اگه در نظر بگیریم. حتی اون کسی هم که میبودن برای تیر خلاص زدن که آقا بیا به تیر بزن یا بیا دست بده این ماشه، خیلی هم نمیدونستن، رفته بودن اونجا فکر میکردن الکیه، بودن انگشتو بزن اینجا، مثلا پاستاد انگشت اینو فشار داده، حالا چشمندو بزن بالا، میگفت چشمندو میسد افتاده بودن که وقتی اومدن داخل اتاق مثلا حالت روانی داشتن. یعنی این در واقع شکنندگی اونجا نبود، این شکنندگی تا آخر عمرشون باهاشون هست. توی همین زندگی تأثیر گذاشت. این فقط و فقط برای شکستن آدم ها بود، فقط و فقط برای خرد کردن هر آنچه که آدم در انسانیت در خودش داره. ببین من میگم یه بچه خیلی چیز بودم، ماهیگیری برام وحشتناک بود. یعنی یک بار انجام دادم اونم وحشتناک بود، مثلا کلی بار من چه این کاری کردم. بعد حالا آدم، من آدمم، نه هر شخصی، کسانی که من باور داشتم مثلا آزادی مثلا دارن تلاش میکنه، من همدست قتل همچین آدمی بودم. داستان مهدی معمارپوری داستان هزاران زندانی سیاسی دهه 60 است. زندانیانی که خود شکنجه و خشونت را تجربه کردند یا شاهد خشونت علیه دیگران بودند. چهارمین تلاش ایران برای قرار دادن ماهواره مخابراتی در مدار زمین شکست خورد. آمریکا و اسرائیل ایران را متهم می‌کنند که برنامه فضاییش پوششی برای ساخت موشک‌های غارپیماست که کلاهک هسته‌ای حمل می‌کنند. ایران اما می‌گوید فعالیت‌های فضاییش صرفاً جنبه علمی دارد. پرهام قبادی نگاهی کرده به شباهت‌ها و تفاوت‌های موشک‌های ماهواره بر و موشک‌های بالستیک غارپیما. شمارش معکوس برای دستاورد علمی ایران یا تنشی تازه بین تهران و غرب. بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد. برنامه فضایی که ایران آن را مایه افتخار ملی می‌داند و غرب مایه نگرانی. اما غرب دلواپس چیست و آیا این ترس ریشه در واقعیت دارد؟ برای پرتاب ماهواره به فضا به سه چیز نیاز است: جایگاه پرتاب، ماهواره و موشک ماهواره بر. نگرانی غرب از این موشک هاست. اما چرا؟ دلیل اول این است که فناوری ساخت موشک ماهواره بر و موشک های قاره پیما بسیار شبیه به هم است. ایران تنها موشک های با برد کوتاه و متوسط دارد. موشک های قاره پیما به موشک های با برد بالای 5500 کیلومتر میگویند که برای حمله کلاهک هسته‌ای هستند و در خاورمیانه تنها اسرائیل این موشک ها را دارد. اما شباهت و فرق این دو موشک چیست؟ موشک ماهواره بر به فضا پرتاب می شود، پس از تمام شدن سوخت اولیه بخشی از موشک جدا می شود، سوخت بعدی عمل می کند
و در نهایت ماهواره از این موشک جدا شده و در مدار زمین قرار می گیرد. موشک قاره پیما هم به همین صورت عمل می کند، اما معمولاً از جای مخفی شلیک می شود. پس از جدا شدن بخش اولیه و خروج از جو زمین شروع به سقوط می کند و در نهایت کلاهک های هسته‌ای به سمت هدف پرتاب می شوند. به همین خاطر طراحی و ساختشان پیچیده تر است و درست به همین دلیل است که آمریکا و شوروی سابق از ساخت موشک‌های قاره پیما به موشک‌های ماهواره بررسیدند و نه برعکس. از یک دانشمند و متخصص سلاح‌های هسته‌ای پرسیدم آیا ایران تصمیم دارد مسیر معکوس را برود آنطور که غرب عنوان می‌کند؟ در مورد کره شمالی هم این نگرانی وجود داشت که پرتاب ماهواره کمک میکنه به حرکت این کشور به طرف طراحی و ساخت موشک‌های قاره پیما. اما در سال 2017 وقتی نهایتاً موشک‌های با برد بلندشون را آزمایش کردند، فهمیدیم که اونها نسل کاملاً جدیدی از موشک‌ها هستند و تا جایی که ما متوجه شدیم ربطی به موشک‌های ماهواره بر نداشتند و به نظر میومد فناوریش رو مخفیانه از جایی خریدن. قطعاً پرتاب ماهواره به تربیت کادر مهندسیشون کمک کرده بود، اما سامانه پرتاب ماهواره در نهایت به موشک قاره پیما تبدیل نشد. موشک‌های قاره پیما دست کم سه برتری اساسی نسبت به موشک‌های ماهواره بردارند. به دلیل ورود مجدد به جو زمین با سرعت بالا که ایجاد حرارت می‌کند و همچنین قابلیت هدفگیری مهندسی بسیار پیچیده‌تری دارند. چون در شرایط نظامی استفاده می شوند، باید به سرعت آماده و شلیک شوند. به همین خاطر برای اینکه قبل از شلیک مورد هدف دشمن قرار نگیرند، باید قابل جابجایی باشند. برخلاف موشک‌های ماهواره بر که از سکوهای ثابت پرتاب می شوند. با توجه به این پیچیدگی‌ها، آیا ایران می تواند در کوتاه مدت، آنطور که غرب می گوید، به موشک‌های قاره پیما دست پیدا کند؟ اگه فناوری ایران که خودشون ساختن این چیزیست که الان میبینیم، برای رسیدن به موشک‌های قاره پیما راه بسیار طولانی در پیش دارن. اما اگه بتونن کاری که کره شمالی کرد رو بکنن، یعنی فناوری رو وارد کنن و از تجربه‌های گذشته‌شون استفاده کنن، در این شرایط شاید ساختش خیلی سریع‌تر باشه. اما کشورهای مانند ایران و کره شمالی که تحت شدیدترین تحریم ها هستند، چرا باید به سمت برنامه فضایی قدم بردارند؟ قرار دادن ماهواره در مدار فضایی تنها به دلیل کاراییش نیست، بلکه نشانه از جایگاه و اعتبار بین المللیش هم هست. مثلا در مورد کره شمالی نه تنها میخواستند به دنیا نشون بدن که توانایی این کار رو دارن و در نهایت ماهواره‌ای در مدار زمین داشته باشن، بلکه میخواستند گروهی از مهندس‌ها رو تربیت کنند که این کارها رو یاد بگیرن و تربیت کادری از چنین مهندسایی به درد کارهای غیر از پرتاب ماهواره هم میخوره. این لحظه پرتاب ماهواره بومی ظفر قرار بود اولین فعالیت ماهواره ظفر در فضا مخابره کردن عکس قاسم سلیمانی باشد. پیامی سیاسی برای فعالیتی علمی و خودکفایی متخصص که البته ناموفق بود. پرهام قبادی، BBC. ایالات متحده آمریکا به 90% پیام‌ها، مکالمات و اطلاعات سری ایران در زمان جنگ این کشور با عراق دسترسی داشته است. این ادعای روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و دو رسانه سوئیسی و آلمانی است که هفته گذشته خبر دادند یکی از عمده‌ترین شرکت‌های تولید دستگاه‌های رمزگذاری در سوئیس در عمل توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و سازمان اطلاعاتی آلمان اداره می‌شده و این کشور ها به اطلاعاتی دسترسی داشتند که دولت‌ها تصور می‌کردند رمزگذاری شدند. جزئیات بیشتر از علی همدانی. در پشت این درهای بسته قرار بود دستگاه‌هایی را بسازند که پیام‌ها را رمزنگاری کند. از جنگ جهانی دوم این شرکت سوئیسی به دست کم 120 کشور جهان سرویس می‌داده. این دستگاه‌ها از جمله تحفه‌های صادراتی، دستگاه‌های رمزنگاری و خدمات مربوط به پنهان نگاه داشتن مکالمات محرمانه، دستگاه‌هایی که وقتی با آنها می‌نویسی یا پیامی را مخابره می‌کنی، آن را به رمزی تبدیل می‌کند که بجز دریافت کننده پیام، کس دیگری
کلید آن را ندارد. خیال باطلی که بسیاری از کشورها از جمله ایران، عراق، عربستان، لیبی، هند و پاکستان و برخی کشورهای آمریکای لاتین کردند که از این شرکت دستگاه بخرند و با آن اطلاعاتشان را رمز بگذارند، بلکه فقط برای خودشان بماند که نماند. واشنگتن پست گزارش کرده که در حالی که شرکت کریپتو ای جی میلیون ها دلار از مشتریان خود دریافت می‌کرده، به سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و سرویس امنیتی آلمان اجازه دسترسی به اطلاعات سری مشتریان خود را می‌داده. بر اساس این گزارش که دو رسانه آلمانی و سوئیسی همان را منتشر کردند، این شرکت سوئیسی کریپتو ای جی را از اساس و به طور مخفیانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و سازمان اطلاعات آلمان غربی در زمانی که شرق و غرب آلمان از هم جدا بودند خریده بودند. در زمانه حساس، مثلا در زمان جنگ ایران و عراق، که هر دو کشور از خریداران محصولات این شرکت بودند، غافل از اینکه اطلاعات محرمانه جنگیشان، مکالمات ثبت شده مقامات و سر درون هر دو کشور پوست کنده و بدون رمز در اختیار آمریکا قرار می گرفته. واشنگتن پست میگوید که آمریکایی‌ها 19000 پیام محرمانه ایرانی‌ها در دوره جنگ با عراق را با همین روش بازخوانی کردند و 80-90% کل مکالمات سری ایرانی‌ها در آن دوره توسط واشنگتن خوانده می‌شد. دولت رونالد ریگان با همین دستگاه‌ها دست داشتن دولت معمر قذافی در بمب‌گذاری در یک کلوب تفریحی در آلمان غربی را در میانه دهه 60 خورشیدی رو کرد. ایران بعد از این حادثه به امنیت استفاده از دستگاه‌های شرکت سوئیسی کریپتو ای جی شک کرد، اما حتی تا چند سال بعدش از این دستگاه‌ها استفاده می‌کرد، چون توان خریدن دستگاه دیگری را ندارد. کودتای اطلاعاتی قرن عنوانی است که بر این رسوایی تازه گذاشته شده، هرچند هنوز تمام و کمال توسط شرکت سوئیسی تایید نشده. ماری در آستین دستگاه‌های امنیتی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، درست در زمانی که فکر می‌کردند همه چیز امن و امان است. علی حمیدانی، بی بی سی. آلودگی هوا در هر ساعت از شبانه روز بیش از 500 نفر را می‌کشد و بیش از 300 میلیون دلار به اقتصادهای دنیا خسارت وارد می‌کند. این یافته‌های اولین تحقیق جامع درباره زیان‌های اقتصادی و انسانی آلودگی هوا در دنیاست. در این تحقیق سهم کشورهای مختلف از این هزینه‌های اقتصادی و انسانی برشمرده شده. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. ساکنان تهران این روزها نفس‌های عمیق می‌کشند. هوا صاف، آسمان آبی، کوه‌ها شفاف و شاخص آلودگی هوا پایین است. موضوع آلودگی هوا در کرانشهرها یک بحث حاکمیتیه، اما همیشه اینطور نیست. اکثر اوقات اینطور نیست. الان افتضاحه. همه می‌بینید که افتضاحه واقعا. نه در تهران و نه در بسیاری شهرهای دیگر ایران که مصرف سوخت‌های فسیلی می‌کشد، می‌آلاید و خسارت می‌زند. و آلودگی هوای ایران نمونه ای از یک معضل جهانی با زیانهای انسانی و اقتصادی به مراتب بیشتر. اولین تحقیقات جامع درباره زیانهای آلودگی هوا برای اقتصاد کشورها و سلامت مردم امروز منتشر شد. ارقام به سختی قابل هضم است. روزی 8 میلیارد دلار خسارت در دنیا به پای آلودگی هوا ثبت می شود. یعنی در سال 2019 آلودگی هوا نزدیک به 3000 میلیارد دلار به اقتصاد دنیا خسارت زد. بیشترین خسارت ها هم به چین، آمریکا و هند وارد شد. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. اما این خسارت ها به چه شکلی هستند؟ تنها یک قلمان، 1,800,000,000 غیبت از سر کار در سال 2019 به دلیل مریضی ها و مشکلات ناشی از آلودگی هوا. انسان های مریض برای یک اقتصاد سالم مفید نیستند. و همینطور مردن انسان ها. سالانه 4.5 میلیون نفر بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا میمیرند. بیماری های قلبی و ریوی، سرطان و بیشتر از همه آسم. در ابتدای این تحقیق جامع گفته شده که سوخت های فسیلی، نفت و گاز و زغال سنگ همچنان مسبب اصلی آلودگی هوا هستند. بعضی سوخت های فسیلی بدتر از دیگری هستند و بعضی کارخانه ها و نیروگاه ها و خودروها و صنایع سوخت فسیلی آلاینده تری وارد هوا می کنند.
در ایران فعلا در این روزهای سرد و برفی فقط زابل در سیستان و بلوچستان، ریگان در کرمان و شهر کرد در چهارمحال و بختیاری به شدت آلوده‌اند. در میان نفس راحت ایرانیان بقیه نقاط کشور، امروز معاون وزیر بهداشت یک یادآوری تلخ داشت. سالی حداقل 30,000 نفر در سراسر کشور به دلیل آلودگی هوا از پا در می‌آیند. سیاوش اردلان، BBC. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.